خوش آمدین به برنامه آقای عبدالرحیم زهی. خوش باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت آنده بیننده هایی که از طریق تلویزیون طلوع و برنامه بامداد خوش آمدین کنون ما رو تماشا. مدال المپیکی برای یک ورزشکار چقدر از اهمیت خاص برخوردار است؟ خب مدال المپیک قسمی که شما معلومات دارین و در جریان هستین، رسیدن به مسابقات المپیک رویای یک ورزشکار و آخرین آرزوی یک ورزشکار امی است که بتونه حضور پیدا کنه در مسابقات المپیک، چرا که از پنج قاره و از کشورهای مختلف جهان در این مسابقات کشورها اشتراک میکنن و هم ستاره و بهترین های خود در بنمایندگی از کشور خود میپرسن در همچنین مسابقات. آرزوی یک ورزشکار امی است که بتونه از مسابقات المپیک مدال کسب کنه و خوشبختانه ما هم تا یک جای به آرزوی خود رسیدیم و تانستیم از مسابقات المپیک جوانان مدال کسب کنم و خوشبختانه 3 مدال المپیک در تاریخ ورزش افغانستان داریم که 2 مدال توسط روح لاینکپا و آخرین مدال در سال 2018 در مسابقات بونس آیرس آرژانتین ما کسب کردم. نسل گذشته تکواندو نسل طلایی بود، نسل جدید چگونه است به نظر خودت و چقدر میتونن که زیان ظرفیت دارن میتونن پیشرفت کنن؟ خب چی در گذشته و چی در حال بعد از روح لاینکپا، نثار احمد باهاوی، تیم گذشته که ما داشتیم، یک مدت تکواندو افغانستان بازیکنانش نتونست که دستاورده خوب را داشته باشیم ما در فدراسیون و هم مشکلاتی که در فدراسیون به وجود آمد و بعد از ریاست رئیس ربانی غلام ربانی ریاست به دست اشخاص دیگه افتاد و در فدراسیون مشکلات تعصبی و مشکلات قومی زیاد رخ داد، باعث شد که بازیکنان نتونه دستاوردهای خوبی بگیره. اما نسل جدیدی که در فدراسیون تکواندو افغانستان است استعدادهای خوبی را داریم و خوشبختانه قدای بلند بلند داریم نسبت به قبل تر. خودت در مسابقات المپیک جوانان مدال گرفتیم، آرزوی بزرگت ای است که یک روز در المپیک جهانی هم مدال بگیری. از فعالیت‌هایت صحبت کو آقای عبدالرحیم زی، فعالیت‌هایت چگونه است، تمریناتتان چگونه سپری میشه؟ حالا قرار بود که مسابقات المپیک در توکیو برگزار شود و در همین شب روز برگزار میشد تا دهم ماه جولای که کرونا آمد و همه چیز بر هم زد. حالا در سال 2021 ما چقدر شانس داریم و خودت چی کارهایی را باید انجام بدی که به مسابقات المپیک راه پیدا کنی؟ خب در سال 2021 که این مسابقات به تعویق افتاد، در توکیو ژاپن نماینده داریم از افغانستان در شتاهای مختلف ورزشی و خوشبختانه در تکواندو ما نماینده داریم و احتمال زیاد میره که بازم ما بتانیم از این مسابقات دعا میکنیم که مدال داشته باشیم و رنگ مدال المپیک تغییر بدیم. مهمتر از همی از کل چیز ای است که 3 مدال برنز است، باید این مدال رنگش تغییر بخوره با مدال طلا یا با مدال نقره المپیک تبدیل شود و ما هم تمرینات ما به شکل انفرادی در قرنطین 2 تایم تمرین میکنم، به شکل انفرادی تمرینات ما ادامه داره. اما بازیکنان ما که به مسابقات 2021 توکیو ژاپن آمادگی میگیرن به مسابقات المپیک، اونا تحت زیر نظر مربی ما جا داره که از اونا هم تشکری کنم، آقای محمد بشیر ترکی، پیش از اونا تمرین میکنم با نظر داشت نکات بهداشتی. اما کلاب از اونا از جایی که ما مکان که ما در اوج زندگی میکنم کم دورتر است، به خاطر شیوع ویروس کرونا و به خاطر بازیکنان ما نمیتونم در اوج رسیدگی کنم. اما با شکل انفرادی ما تمرینات ما ادامه دارم و تمرین میکنم. از بازیکنان اگر نام بگیری کدام بازیکنان هستن که شانس زیاد دارن که در آینده حتی در 10 سال آینده بتونن به مدال المپیکی برسیم؟ یعنی سالهای زیاد را در بر میگیره که یک کس پیدا شه به ریکارد روح لاینکپا برسه؟ خب فعلا ما فعلا همراه پارتنرم فرزاد منصوری، من همراه از اونها یک مدت در کوریا قرنطین بودم، امیدوار هستم که او بتانه در مسابقات 2021 توکیو ژاپن مدال المپیک بگیره و سرازو زیادتر ما حساب میکنم، چرا که همراهیم یک مدت بوده، تمرینات ما با هم پیش بردیم و پارتنرم بوده، چرا که چانس زیاد داره، چرا که قد بلند داره، 1.95 است. شما هم قدتون بلند است. یک چند است از شما؟ 1.86. اونا از ما قد بلندتر است. 1.95 قد دارن و امو قدش کمک میتونه برش کنه که برش چانس زیاد است تا بتونه از مسابقات المپیک مدال کسب کنه. خیلی خوب. اینجا تمریناتتون سپری میشه و ماستر کوریایی چی شد؟
خب اونا خانمشان مریض شدن، یک مدت را در افغانستان مشکلات با وجود آمد. دوباره میان نمیان؟ شاید بیان، دوباره مشکلاتشان تمام شود. حالا فعلا قرنطینه است، نمیتونن آمده، اما احتمال زیاد میره که پس به دوباره به افغانستان برگردن. یعنی حضورش چقدر مثمر ثمر میبینید شما؟ خب حالا هم بازیکنان زیر تمرینات فشرده مربی ما هستن، اما رول بسیار عمده را اونا هم بازی میکردن در فدراسیون تکواندو افغانستان و جا داره که از اونا ما تشکری کنیم و مدیون زحمات آقای مینسین هاک ما هستیم. مربی کوریایی ما زیادتر از 14 سال به افغانستان زحمت کشیدن و مدالایی را که اصلا افغانستان در خواب هم نمیدید در تاریخ ورزش افغانستان، مدال المپیک و مدال اولین مدال جهانی توسط نثار احمد باوی و مدالای دیگه به افغانستان کسب کردن، حتی مدال آسیایی و جهانی. زیادترین دستاوردها و پرافتخارترین فدراسیون تکواندو است و از برکت آقای مینسین هاک و آقای محمد بشیر ترکی دستاوردها به فدراسیون تکواندو افغانستان کسب شد. تا چند سال دیگر خودت هستی در تکواندو؟ خب نمیشه گفته که چقدر عمر با ما یاری میکنه، اما شاید تا 10 سال یا 8 سال دیگه هم تا 10 سال اندام هستی. بله. فعلا از همه اوضاع راضی هستی دیگر؟ بله، راضی هم نبودم، گوش شنوا نبود پیگیری کنن یا به صدای ما گوش بدن. خب خیلی خوب، خوشحال شدیم از اینکه خودت در برنامه داشتیم آقای عبدالرحیم زی. تشکر. یک جوان خوشخلق، خوش برخورد، بخیر باشین، سلامت و باشن. همچنان خوشتیب. لطفا امیدوار هستیم که در مسابقات المپیک خودت به مدال طلا برسی. تشکر یک جان. بخیر باشی. برای دیدن ویدیوهای بامداد اینجا را کلیک کنین و چنل ما را سابسکرایب کنین.